من میخوام یه خود بپردازم به مطالبی که بسیار دردناکتر هستش، مشکلاتی که هست، چیزی که موانعی که بود برداشته بشه. یعنی یک مهاجر افغان امروز تا چه حد راضیه از حضورش در ایران، چه مقدار، چه چیزایی اصلا دست نخورده و در واقع آدم یه مقدارم توی مثلا یکی از این مقالاتی که من خوندم طرف نمیشه که خجالت آور هستش. آدم وقتی فیلم رو میبینه باید میگه کارهایی باید میشده نشده. همه که ما این وضع رو تا رو نشون ندادیم، یعنی پرهیز کردیم. تقریبا من مستندسازی ندیدم که تو ایران بیاد روی این موضوع کار بکنه. البته کار شده، دو تا مجموعه که خودم خبر دارم ساخته شده و پخش نشد. یعنی تا دیدن گفتن که یه خود تلخه پخش و این کار خوبی نبود که 15 سال پیش ما نمونهش داریم، در ادامه برنامه بهش میپردازیم. این رو یعنی اون شما چهرهتون همیشه باتون نگاه میکنم و با هم صحبت میکنیم، احساس میکنم در عمقش مسائل زیادی هست که دوست دارین گفته بشه. اینو ما چیکار کرد؟ این میخوام بپردازیم به معضل. یعنی یک برادر افغان داره نگاه میکنه برنامه رو، چه چیزی در رأس فکرش هست که اینا چرا حل نمیشه و چرا توجه نمیکنن به این موضوع؟ ببینید، ما طبیعتاً توی تولید فیلم با اتفاقات زیادی مواجه بودیم. وقتی که گفتگو میکردیم و سعی میکردیم که وارد مثلا ریزترین مسائل فیلم بشیم، که توی بخش قبلی هم من گفتم مثلا وقتی با کاظم حرف میزدیم میگفت که اون بحث فرار کردن از پلیس و کارت مثلا مهاجرت نداشتن و اینا چیزهایی بود که طبیعتا دغدغه است دیگه. یعنی چیزهایی بود که برای مهاجرین دغدغه است. ببینید، طبعا بحث مهاجرت در همه دنیا مسئله است. یعنی خب من فیلم های زیادی دیدم، مثلا فیلم های امریکایی که راجع به مهاجرین مکزیکی در امریکاست. میتونم بگم اونها هم مسئله مشابه دارن. اصلا مهاجرت یک بحث کاملا به نظر من پذیرفته در دنیاست که راجبش فیلم های زیادی هم تولید شده. از طرف دیگه به نظر من مهاجرت در اسلام یک اتفاق کاملا مشخصه، برای اینکه اصلا مبنای تاریخه. یعنی اگر مهاجرت چیز بدی بود، حضرت رسول از مکه به مدینه مهاجر نمیشد. میخوام بگم که این یک اتفاقیه که در همه دنیا پذیرفته شده است، مهاجرت و به اصطلاح بحث پناه آوردن به یک کشور دیگه، حالا به دلایل مختلف. در ایران به دلیل به وجود اومدن انقلاب اسلامی طبیعتاً این اتفاق اتفاقی بود که میپذیرفت که از اطراف، از کشورهای به اصطلاح همسایه و همجوار آدمهای بیاین، و حالا به دلیل نگاه حضرت امام به مسئله جمع شدن اینها در ایران و در کانون اسلامی ایران، ما آمدنها و اینها بعد به مرور تبعاتی داشت که این تبعات دیگه چیزهایی که ما تو این فیلم راجبش حرف زدیم و همونچه چامگی در اون فیلم ها راجبش حرف زده شده. اما متاسفانه خیلی اتفاقاتی که رسانه‌ای شده باشه نبوده.